با درود بر شما وطن گرامی مشیری هستم به خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم امروز روز دوشنبه است و 26 ششم از ماه اکتبر سال 2015 میلادی بله در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم مدت یک ساعت و نیم امروز فکر کنم اندکی زودتر برنامه رو تعطیل کنیم به جهت گرفتاری هایی که مخلص دارم برای سفر بله از شود که در چند هفته آینده در چند نقطه خواهیم بود در ایالت تگزاس یکی در دالاس یکی در آستین و هیوستون محلها رو دوستان لطف کردن و در واقع گرفتن در هیوستون خواستم آدرس خدمتتون بدم که در مریت هتل خواهد بود در 2900 برایر پارک درایو هیوستن تگزاس 77042 تلفن اطلاع 713 978 7400 برنامه ها رو با دقت بیشتر خدمت شما اعدام خواهم کرد روز چهارشنبه صبح خب امروز میخوام خدمتون یک قطعه از حافظ بخوانم که تا کنون نخوندیم و اون ساقینامه است ساقینامه ها سابقه قدیم دارن از که به خصوص نظامی نظامی گنجوی در شروع داستانها یکی دو بیت در باب ساقی و ساقی نامه دارد ساقی نامه حافظ مفصل است بعد ساقی نامه رضی الدین آرتیمانی داریم خیلی ساقی نامه ها داریم اما از همه فلسفی تر و فسیح تر نامه حافظ هست بر همون وزن شاهنامه هست ارز می کنم که اصطلاحا می گویند بحر متقارب مصمن محذوف یا مقصور و از محتوا کاملا پیداست که این ارز کنم که مصنوی حافظ تحت تاثیر شاهنامه بوده است و در این روزگاران بعد از قرن پنجم اساتیر ایرانی رفته رفته فراموش شدن و اساتیر سامی جای اون رو گرفت یعنی اگر در روزگار سامانیان سخن از خسرو بود و سخن از کابوس بود و سخن از رستم بود و همه اساتیر ملی ایرانیان رفته رفته به واسطه باسودن مدارس طلبگی و پیدایش آخوندیست و که در هر شهری صدها آخوند آمدن و اصولا دین گسترش و بعد یک حرکتی علیه اساتیر ایرانی هم به وقوع پیوست به جهتی که این پادشاهانی که می آمدن و به شعرا انعام و اکرام میکردن اینهاش کدام ایرانی نبودن و اینها در واقع بزرگان ایران رو و پهلوانان رو به پای اینها می ریختند اونها رو حقیر می کردند که اینها رو برکشند برای یک پولی که بگیرن باری اون گروه هم که متصوفین بودند و در گوشه خانقاه ها زندگی می کردند اونها هم در عوالم, عوالم در واقع لاهوتی خودشان بودند و به این مطالب توجه نداشتند و رفته رفته نمیدونم ابراهیم و اسماعیل و عمر و این چیزها هاروت و ماروت و این اینجور داستانها جانشین داستانهای ایرانی شد و این داستان ادامه داشته است تا روزگار صفوی که اونم حالا این توجهات به کتاب شاهنامه و اساطیر ملی ایران که اینها یک تزی بود برای بازسازی ایران اما این بار دوباره همین داستان حسین رو ارز کنم که داستان شیعگری و این داستان های فرومایه واقعا فرومایه در مملکت ما رایج شد تا به امروز که دیگه افتاده است به دست از که همین زاکران حسین زاکران دروغوی حسین و مفتخوران و گردن کلفتان و عرازل و اوباش وابسته به اینها حالا داستان زنجیر زنی و سینه زنی رو به لس آنجلس هم کشیده باری حافظ دلبستگیش به اساطیر ملی ایران بسیار زیاد هست بسیار در تمام این کتاب یک بار نام محمد یا علی نرفته در تمام غزل های حافظ یک بار به علی یا محمد اشاره نشده اساتی سامی رو گاهی می آورد تمثیل از طریق تمثیل اما وقتی حساب بکنیم بر روی هم این اساتیر ملی ایران تعدادشون بیشتر هست مثل خسرو، مثل رستم، مثل افراسیاب، مثل بیژن اینها حالا من خدمتتون میخوانم شما خود قاضی شوید بله میفرماید بیا ساقیان می که حال آورد کرامت فزاید کمال آورد به من ده که بس بیدل افتادم و این هر دو یعنی از کرامت و کمال بی حاصل افتادم بیا ساقیان می که عکسش جام به کیخسرو و جم فرستد پیام یعنی ساقی نامه اینجا ابتدا برخورد میکنیم به کی کیخسرو و جم جم یعنی جمشید بیا ساقیون می که عکسش ز جام به کیخسرو و جم فرستد پیام بده تا بگویم به آواز نی که جمشید کی بود و کابوس کی یا که جمشید کی بود و کابوس کی چون کی که میگوییم این اختصاص به کیانیان ندارد کی به معنای پادشاه هست شاه پرچم کاویانی کاویان یعنی پرچم پادشاهی بنابراین این مصرع رو به دو جور می شود خون اگر بگوییم که جمشید کی یعنی پادشاه جمشید و کابوس کی یعنی کابوسی که از سلسله کیانیان بود اگر کی بگوییم یا کی بگوییم بازم اون هم به هر صورت یک معنی میشه و ازش استخراج کرد بیا ساقیان کیمیای فتو که با گنج قارون دهد عمر نو بده تا رویت گشایند باز در کامرانی و عمر دراز بده ساقیان می از او جام جم زند لاف بینایی اندر عدم به من که گردم به تایید جام چو جم آگه از سر عالم تمام فعلا. این جام جم از شود که در شاهنامه فردوسی وقتی بیژن رو گرفتن در واقع تورانیان و به چاه انداختن گیر زار و نزار و گریان به خدمت کیخوسرو رفته کی برترین و بزرگترینش پادشاهان اساتیری ماست به فضیلت انسانی به بزرگواری یکی فریدون هست یکی کی ما شاهنامه که خوب نگاه کنیم پادشاهان بسیار در اونجا هست در بخش اساتیدی بخش حماسی پادشاهان بزرگ که مورد علاقه فردوسی هم بودن که خسرو است و فریدون پادشاهان سبک مغز خودکامه جمشید رو بله جمشید رو داریم و کیکابوس باری این جام جمشیدی که میگوید از که 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 خسرو در اون نگاه کرد و همه جهان رو میدید و بیژن رو در یک جای تاریک دید و خبر داد که چنین است زنده است و بعد رستم رو فرستادن به توران زمین در لباس بازرگانی بازر، بازرگانی و جنبه بیژن جن رو نجات داد است بله به من ده که گردم به تأیید جام چو جم آگه از سر عالم تمام دم از سیر این دیر دیری نزن سلایی به شاهان پیشی نزن همون منزل است این جهان خراب که دیده است ایوان افراسیاب کجا رای پیران لشکرکشش کجا شیده اون ترک خنجرکشش ببینید یکی یکی این همون پهلوانان اساطیری هستند که در کتاب شاهنامه هستند پیران بزرگترین سپه سالاران توران زمین بوده پیران اگر دقت کنید این نام کنم ترکی نیست این نام ها نام همه نام های ایرانی است هر که و ترک که میگوییم به زعم فردوسی و در اون روزگار در واقع اینها با ترکان تنگ چشم آسیای مرکزی و اینها تفاوت ها, ها دارند به نوعی دارای تعلیم و تربیت ایرانی هستند نام ها هم ایرانی است و اما اختلاف هست جنگ هست اینها حالا هم یه بحث دیگری است بله پیران شیده یک پهلوان دیگری است در شاهنامه کجا رای پیران لشکرکشش کجا شیده یا شیده آن ترک خنجرکشش نه تنها شده ایوان و قصرش به باد که کس دخمه نیزش نیارد بیاد همان مرحله است این بیابان دور که گم شد در او لشکر سلم و تور سلم و تور و ایرج پسران فریدون بودند و این دو تن در واقع مردانی سیاه باطن بودند و طرح قتل ایرج رو ریختند و به اون اشاره کرده همان مرحله است این بیابان دور که گم شد در او لشکر سلم و تور بده ساقی اون می که از جام به کی خسرو و جم فرستد پیام چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج که یک جو نیرزد سرای سپنج بیا ساقی اون آتش تابناک که زرتوشت می جویدش زیر خاک بیا ساقیان بکر مستور مست که در خرابات دارد نشست به منده که بدنام خواهم شدن خراب می و جام خواهم شدن بسیار بلنده حالا آره من وارد همش نمیشم چند به تیرگی خدمتون میخونم بیا ساقیان آب اندیش سوز که گرشیر نوشد شود بیش سوز بده تا بر فلک شیرگیر به هم برزنم دام این گرگ پی و تا آخر که به مستی به مستی میگوید من آنم که چون جام گیرم به دست ببینم در آن آینه هرچه هست به مستی دم پادشاهی زنم دم خسروی در گدایی زنم به مستی توان در اسرار صوف که در بیخودی راز نتوان که حافظ چون مستانه سازد سرود ز چرخش دهد زهره آواز رود بله این ساقی نامه خواجه شیرازی است در پایان کتاب آمده است و بدون هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی در واقع شاهنامه استاد توسی رو مد نظر داشته و همون وضع رو هم برای این کار خودش انتخاب کرده است بله خدمت شما عرض کنم که داستان در سوری سوریه به جای باریک کشیده است این برادران پاسدار اونجا به فرمان آقای سید علی خامنه ای حالا شما فکرش بکنید مردمی که میگویند دوازده درصد مردان و چهل درصد خانم ها در ایران بیکار هستند و مملکت فقیر هست واقعا یه پول نفتی هست ارز کردم این ایران زمین ما افتاد به دست آدم های نادان جاهل خودخواه دیکتاتور صفیح یکی از یکی بدتر اینا آمدن و این باد و ورم و این کبر و غرور و اینها همش به خاطر این چهار دلار پول نفت بوده نه سازندگی در کشور شد واقعا به بشی که باید نه ساخت اقتصادی درست کردن یک دوستی به من زنگ زدن طراح ماشین هستن اتومبیل هستن در ژاپن مفصل صحبت کردیم که ما در ایران چیزی به معنای خودروسازی هنوز نداریم اینا در واقع ریورس انجینیرینگ ماشین های خارجی است، اینها باری هیچ کاری نکردن اینها جز خراب کردن اونچه قانون بود و جز زیر پا گذاشتن خون آزادگان در مملکت اینها کاری انجام ندادند یه چیزای ظاهری اونچه اصل مطلب بود توسعه سیاسی مملکت بود توسعه قانونمندی بود و توسعه دموکراسی بود اینها همه زیر پا رفت یه های هوی هر مردکی آمد کرد نشست گفت من مرکز کائنات هستم هرچه من میگم شما عمل کنید در دنیا مثل من هیچ کس نیست و اینها هم که آمدند در صورت که یه جانشین خدا هستن و امام و پیغمبر و اینا همه رو در توبره دارند و معلوم نیست کسانی که پشتیبانی خدا و پیغمبر و حضرت عباس و حسین و اسقر و اکبر و باقر و اون همه رو دارن این همه چاقوکش برای چی لازم دارن خب اونا نگهداریشون کنن خب مملکت فقیر ثروتهاش سرازیر شده به جیب از کنم که این آدمی که به حقیقت رزلترین و قتال تاریخ عربه این پسر حافظ اسد به زبان من نمیاد اسمشو بیارم واقعا این مردک میگن چشم پزشک هم هست بمب بشکه ای درست کرده روی مردم میاندازه بمب بشکه یعنی بشکه های بزرگ پر تی و از هلیکوپتر هول میدن پایین تو سر مردم تا کنون حداقل 300 هزار نفر شهروندان این مملکت رو از پیر و جوان و کودک و اینها کشته و قریب 5 میلیون هم فراری داده حالا اعلام کرده که من حاضرم در انتخابات شرکت کنم ببینید شما فکرشو بکنید و متاسفانه متاسفانه این سیاست های خیلی خیلی ضعیف آقای اوباما باعث شده است که آقای پوتین هم این اجده های مرده باز جان بگیره و آمده نخیر ما بایستی پشتیبانی کنیم از جناب آقای حافظ اسد مخالفین میگویند که آقا این کسی که مملکت رو خراب کرده شهروندان خودش رو کشته به تعداد یکی و دو نه سی سد هزار نفر آدم های مملکت رو کشته شهرهای کشور رو خراب کرده حالا میخواد در چه انتخاباتی شرکت کنه چه معنی میده آقای اوباما هم گاهی میاد توی تیوی میگه این اسد باید بر کارش تمام شده اما فرار میکنه این آقای هنری کیزینجر سیاستمدار قدیمی که به حدود 92 سال دارد یک کتابی اخیرا منتشر کرده و همه سیاست های اوباما رو نسبت به خبری میانه رد کرده هنری کیزینجر در واقع وزیر امور خارجه آمریکا در روزگار ریچارد نیکسون بود ریچارد نیکسون بود نظرات خاصی داشت و حالا قرار است که حافظ اسد هم در انتخابات ده. چه انتخاباتی آقا مردم آمدن گفتن ما تو رو نمیخوایم تو بر لعنت بر تو و بر پدر تو شما چه میخواید از جان این ملت بیچاره سوریه هیچ آخوندهای ما هم فرستادن ارز کنم اون سلیمانی و یه هزار و نفر اینطوری که ما شنیدیم و گزارش کردن از برادران دزد و چاقوکش پاسدار عزیزمون در اونجا کمک کنند به حافظ اسد مخالفینش بکشن بعد این آقای پوتین به بهانه مبارزه با داعش آمده داره مخالفان مردم سوریه رو بمبارون میکنه با آخوندها شریک شدن آخوند میخواهد که دروازه لبنان و شیعیان لبنان باز بشن بنابراین با آقای چیز همین پسر حافظ اسد پول و ثروت و هر چیز هستانیست ملت رو داره اونجا ارز کنم که صرف میکنه یک دوست محترمی از ایران آمدن گفتن دارن من نمیدونم جایی نیدم از ایشون شنیدم که یک گنبدی میسازن برای مسلمه ابن عقیل نمیدونم چند هزار خشت طلا مسلم ابن عقیل گرفتاری ما روی همه اینها دوستان هم بطنان از اون جای حاصل شده تو این کشور که این دیکتاتورها متاسفانه قوانین مملکت رو رعایت نکردن هی یه جاده کشیدن و های هوی کردن و بر ملت منت گذاشتن هیچ ارزشی نداره این جاده ماده ها هیچ گونه ارزشی نداره ملت داشت ملت میشد مردم ما همه داشتن متحد میشدن یک پارچه میشدن این دیکتاتورها همه باعث فساد و نفاق شدند جو سرکوب سرکوب ملت ها خل سلاح مردم زیر پا گذاشتن قانون بستن روزنامه ها تعطیل مجلس ملی همه اینها چیزهایی بوده که آماده شده برای این گروه آدم که ملازم میکنید و خنددار این هست که های هم میکنن که و کارها شده در خیلی کارها کدوم کارها شد کدوم کارها شد در ایران که در پاکستان نیست کدوم کارها شد در ایران که در عراق نیست کار نیست اینا که این آقای آتاتور که یک کشور جعلی ساخته که واقعا ترکیه کشور جعلی است بالکل جعله کدوم ترک چه داستانی کدوم ترکیه اینا یه مش قز اومدن رفتن اونجا نه زبانی نه تاریخی هیچ اونجا بعد حالا که کشور جهلی زبان نویسیم از چپ به راست می سواش ساباش میشوخ مثلا خب اینم شد زبان درست کرده جهلی ولی همین کشور جهلی رو با زور سرنیزه زیر سایه قانون نجات دادی آتاتور آباد آباد ترکیه به جهت اینکه این مرد که تعلیمات اروپایی داشت میدانست که با دیکتاتوری نمیشود دیکتاتور وقتی مرد تمام شد داستانش اما این قانون هست که نامیراست اون کسانی که قانون اساسی این ایالات متحده رو نوشتن خیلی 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 قانون کوتاهی است اینا و ساده نوشتن و قدری ساده نوشتن که همه بفهمند چرا به جهت اینکه قراره که این دولت نماینده این ملت باشه هیچ پیچیدگی اونچنان اصلا نداره این قانون اساسی به ساده ترین وجه نوشته شده قانون اساسی آمریکا و کوتاه تری که این مردم بدانید این قانون شماست الان دویست و چهل سال است که این قانون حاکم است و این یک کشوره از یک سو در استعمار فرانسه بود در یک سو در استعمار انگلیس بود اینا نجات پیدا کرد و به صورت بزرگترین بزرگترین قطب تکنولوژی و،, و, اقتصادی جهان و نظامی جهان در آمده فقط زیر سایه دموکراسی و قانون یه کسی که دارای مغزی است و در کشور خود شرایطی نمیبینه، اولین جایی که به ذهنش میرسه این آمریکاست اولین جا صفها طولانی و گذشت از این که خب هاری کسی تمایل نشون میدن و بعدن خود این آمریکایی‌ها میرن در هند و چین و اونجا هر کجا مغزی هست جوان باهوشی هست اینا به میذارن میرن اینجا برای مملکتشون کار کنند به محض اینکه پای شخص به این کشور رسید زیر سایه قانون مثل هر شهروندی در واقع قانون از او حمایت میکنه زیر سایه قانون است که میشود کاری انجام بشه نه زیر سایه چماق دیکتاتور که امروز دستور میده حسن بکشین مال چیزم تغییرم بگیریم بدیم به من زمینشو رو بگیرین خودشم بفرستید بره من در عباس و زن و بچهش مرتی که پولار از کجا آورده به من نداده یا <تصفح> <تصفح> آقای آسد علی آقا اینایی که فرار کردن این ملائین. یعنی طرف درفت... یعنی کارمندان دولت قدیم اینا مناظرشون عزیزان من اینا رو چیز کنید به چیز رهبری مصادره کردن اموال مردم رو اسلام عزیز به مالکیت احترام میگذارد الناس مسلطون به انفاسهم و اموالهم کدوم مسلطونه این همه آدمی که اونجا کار کرده بودن یک عمری در مملکت دوزی که نکرده بودن تمامش زندگیشون گرفتن تازه آخونده اومدی میگوید که خدا برن خدا رو شکر کنن اینا برابر شر انور محمدی زناشون هم ما باید میگرفتیم خب راست میگه این قانون انور محمدی این رو میگه برن خدا رو شکر کن بله این داستان ماست حقیقتا قمنگیزه خیلی 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 قمنگیزه داستان ایران خیلی قمنگیزه خب اجازه بدید که یک آواز ایرانی موسیقی چیزی بشنویم به انتخاب سپهر گرامی برگردیم خدمت شما این سخن پایان ندارد ای جواب به نقدی بر چاپهای انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب پژوهشی از بهرام مشیری به انزمام شش سی دی قرائت و شرح این داستان جهت سفارش با تلفن 818 345 0607 تماس حاصل فرمایید انتشارات سرزمین جاوید با درود بر شما همبتران گرامی ساقی شنیدیم با صدای آقای شهرام نازلی بسیار هم خوب خوانده بودن این ساقینامه. نامه در واقع عمدتا در دو مقام خونده میشه یکی برای تسبهان است یکی در, در ماهور و یکیش میگن ساقینامه نامه و یکی میگن صوفی نامه حالا فرق در واقع از شود که مرحوم استاد قوامی یکی از زیباترین ساقینامه نامه ها رو خوند که همون در دستگاه ماهور بود اما رایش رایش تر از همه همون در واقع ساقی است در بیات اسفهان خب ارز کنم که یکی از شریفترین ایرانیان در همه تاریخ کسروی شما اگر میخواهید بدانید که یک ایرانی که ادعای روشنفکری دارد و ادعای میهن دوستی و اینها یک سوال مهم از او بکنید آقا شما با قتل کسروی موافق هستید یا نیستید اگر گفت که بله اون ملعون با اسلام و اینها بدانید که کاری آقا خرابه بله کسروی کسروی تبریزی این مرد نظیر نداشته در شرافت اشتباهات هم داشت میگیره مثلا سعدی رو میذاشت در بخاری اینم کتاب سوزان میذاشت و اینا کاری درستی نیست نبوده اما شرافت و شجاعت این مرد بی نظیر بوده و هر جا میرفت در دادگستری بود عمدتاً چون دوران استبداد بود و میخواستن به مردم زور رو تحمیل کنند و کس روی هم زیر بار نمیرفت آمدند و گفتن آقای کس روی ما از شما خواهیم احترامات شما رو بالا ببریم ما چه کنین آقا داور و منصوبان درگاه میخوایم شما رو مقام استادی داریم در دانشگاه گفت نه 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 آقا من نیاز ندارم من هر جا باشم کار خود را میکنم باری اینجا و اونجا میفرستادن هر جا میرفت زبان محلی اون منطقه رو یاد میگرفت حتما یه اثری از خودش بر جای میگذاشت در خوزستان در مازندران باری اینجا داستان برگشتنش به تهران خیلی طول کشید اون روزگار یه آخوندی هم به همراهش را افتاده که از من با عمرم مفتخوری نکردم جز یک بار که یک آخوند منو مفتخور کرد میخونم داستانش رو خیلی با مزه است با همون نسل خود کسروی میگوید که به بسیج سفر پرداخته از, از, مازندران از ساری اینا خواستنش که بگرته. پس از سیزه اید روانه گردیدم در راه چیزی که در خور نوشتن باشد رخ نداد جز این که همراه می داشتم که سید و ملا می بود همراهی داشتم که آخوند بود در راه رنجش میکشیدم کشیدم و پولی هم نمیگذاردم بدهد و خب بین راه ها اینا کسی که قریب بود می واسه به یه منزل یک شخص محلی فرود میآمد و اون در واقع پذیرایی می کرد صبح متناسب با وضعیت پولش باز پرداخت می کردی می گوید من خرج این آخوند شکمباره شکمخاره را من می دادم نمی پولی بده ولی در آینه ورزان آینه ورزان جانا محل باید بشه که شب به خانه کسی فرود آمدی بودیم فردا که راه میافتادیم و من خواستم پول به اون کس دهم همراه هم نگذاشت یعنی آخونده گفت نه آقا نه خیر پرداخت شده بفرمایید آقای کس ما دادیم و گفت من دادم چون راه افتادیم و یک فرسخ بیشتر آمدیم خیلی بوده پیاده و با اسب و اینا گفت میدانی قضیه دیشب چه بود گفتم نه گفت اسب صاحب خانه ناخوش بود مرا بردن در طویله دعایی به تخم نوشتم تخم اینجا یعنی تخم مرغ دعایی به تخم نوشتم و به پیشانی از زدم صبح پرسیدم اسب چاق شده بود چاق شده بود یعنی سالم شده و این بود نگذاشتم شما پولی دهید من از این سخن رنجیدم و دلم میخواست بازگردم و پول اون مرد را بپردازم گفتم پس چرا آشکار نگفتی تا من بدانم گفت مقتضی ندیدم این سید که بسیار پیر هم می بود در راه به من حساب میداد یعنی محاسبه می که نزدیک به بیست هزار تومان دارایی دارد بیست هزار تومان خیلی بوده اون زمان دارایی می دارد وارثی هم نمیدارد و این رفتار پست او می بود از مفتخوری ها که من گاهی در زندگانی هم کردهام یکی هم این بود. بله خب آخون جماعت کارش مفتخوری هست. از زمانی که پاش میذاره مدرسه فیسیه مفت میخوره تا زمانی که به لقا الله میپی بنده مفت میخوره حالا این. در فقط آخوند شیعه نیست، همه آخوندها، آخوند از هر نوع و هر جنس که دین فروشی میکنه، مفخور جامعه است، سرباره اینم یک سکه بود، گفتم که خانم بد نیست، یادی هم بکنیم از مرد بزرگ کسروی، که آخوندها او رو کشتن خب میخوام که اینجا وارد بشویم به کتاب خیلی خیلی محکم و مستدل عبدالغنی رسافی دانشمند عرب قبلا در باب صحبت کردیم و توصیه کردم که شما کتاب رو بگیرید بگیرید آقای بهرام چوبی نه هم پیشگفتاری بر این کتاب نوشته است خب مطلبی که اینجا میخونم داستانی است که ما بیشتر از 20 سال خدمت شما عرض میکنیم و آن اینکه قدرت در دست حضرت رسول نبوده در مکه بنابراین خیلی مهربان بودند، خیلی امین بودن هر شود که آیات خیلی انسانی شاعرانه آخر قرآن هست که اینا رو در است که بعد دادن البته این آیات مکی هست اما به محضی که پاشون رسید به مدینه عین خمینی که از زیر درخت سیب پاش رسید به تهران و شروع کرد به آدم کشی اینن همون داستان هست حالا حکمت و عبرت این قصه چیست؟ حکمت و عبرت, عبرت از این است که قدرت شما به دست هر کسی بدهید ادعای پیغمبری بکنند، ادعای خدایی بکنند، ادعای آیت اللهی بکنند یک جنایتکار درست حسابی ازش میاد بیرون نه به مال مردم رحم میکنه، نه به زن مردم رحم میکنه، نه به جان مردم این داستان قدرت هست کوشش اروپاییان هم از رنسانس به این سو بر این بود که آقا دولتی تشکیل بدن که قدرت در دست یک آدم جمع نشود همه زیر سایه قانون کار کنند و بزرگترین شخصیت مملکت بزرگترین شخصیت اجرایی مملکت هم پاش از قانون میون بگذاره بکشنش به محاکمه که فساد وارد دستگاه دولت نشود خب این آقا بنده کنم میکنم ایشون میگوید دانشمند عرب میگوید که در آغاز کار دعوت توسط آیات قرآنی صورت میگیره زیرا فاقد آن نیرویی بود که با توسط آن می توانست آنها را قهرن به پذیرفتن دعوت خود وادارد تقاضا می خواهش میکرد آقا بیا مسلمون این چیز خیلی خوبی است خداوند بخشنده و مهربان است چنین و چنان قسم به ستاره سو، قسم به قلم، این چیز خیلی خوب است، خیلی عالی است، چون شمشیره امکان شمشیر نداشت، مرد فقیری بود، و در مقابل قدرت قریش و بزرگان مکه و این عربی که بط میپرستیدن برای قرنها، اینکه بشود کاری بیش از خواهش و تمنا و التماس و ذلیله و گریه و اینا خواهش چه میزان آرزوشون این بوده است که عمر چیزی که مورخین بهش تاکید کردن آرزویشون دو چیز بوده یکی این که عمر مسلمان بشه دیگری حمزه یکی هم ابو جهل مسلمان بشه که البته دو تای اول شدن اون اون یکی نشد عبال که او رو کشتن در جنگ بدر حالا میگوید که فاقد قدرت بود حضرتشان که بخواد با زور بگه مسلمون چی و در این راه هم خودش و هم یارانش و طرفدارانش رنج ها و آزارهای بسیار کشیدند اما پس از هجرت به مدینه و گردآوری و نیروی لازم در حالی که در یک دست شمشیر در دست دیگر قرآن حمل می کرد به دعوتش ادامه داد و در این راه هیچ گونه دوستی با پیمان یا پیوند خیشاوندی را مراعات نمی کرد از کردم حضرت مولا علی کرم الله بچه می گوید ما ریش برادران خودمون می سرشون سرشونو می بریم چه کیپی می کردیم چقدر خوشحال بودیم چون آدم مومن خب گفتم خطرناکه هیچ چیز خطرناکتر مؤمن نیست وقتی سر برادرش رو میبره این سکر قربه به حق تمام وجودش رو پر میکنه کیف میکنه کیف میکنه مولا علیه هم میگوید هز میبردیم از زر. سر, سر برادرام رو میبریدیم هز میبردیم مانند گاب ها خودش میگوید در نهج البلاغه مانند گاب های وحشی هم حمله میکردیم ریش اینا رو میگیریم سرش رو خب مراد و هیچ گونه عذری یا جزه ای مگر اسلام آوردن که چنان چه میپذیرفتن جان و مال خود را نجات میدادند وگرنه شمشیر از نیام میکشید و تا هنگامی که را نپذیرفتن غلاف نمیکرد کرده. هرگاه از هدف محمد از دعوت قوم خود به عبادت خداوند یکتا و بی, بی باز آگاه شویم اونگاه به علت سخت گیری وی در رسوا ساختن بود پرستی و حمله شدید وی به آن و قرار دادن آن در ردیف گناهان کبیره غیر قابل بخشش پی خواهیم برد او گفت خداوند شکل را نمی بخشد و به آن را برای هر کس که باشد می بخشد. با اینکه در واقع نمیتواند چنین باشد این آقای روسافی نظر میده که در واقع نمیتواند چنین باشد زیرا مشرک هیچ گونه ضرر و زیانی به خدا نمیرساند آقا خدا بزرگتر از آنی که مشرک حالا بخواد حالا مشرک باشی به شما چه ربطی داره یک میلیارد و نیم تقریبا هندی مشرک هستن با این, این رو کشت میکشتن کشتن هندی ها رو یه <تصفح> عمری کشتن دست بر نداشتن این باعث تعجب آقای ارنست رنان شده که چرا چه چسبیدن هندی ها به این آین های قدیمشون هر چه شمشیر زدن این مسلمان ها سر بریدن پنج درصدی مسلمان شدن حالا زاد و بلد شده, شده ده درصد مسلمان از درصد همون بود پرست قدیمی که بودن هست خب مشرک هیچ گونه ضرر و زیانی به خدا نمی رسانند و از طرف نیز با این که کار عبس و بیهوده ایز ضرر مادی نیز به مردم نمی رساند. این آقا روزا میگه آقا چیکارش داری بود باشه باشه که به مردم نمیرسانه زرره به خودم نمیرسن تو چه خرشه غمه که چی و اگر قرار بود که این مسئله یعنی شرکی به خداوند به مردم بود پرست مادی برساند مردم عراق امروز که به بود پرستی بازگشتن شیعان رو داره میگه مردم عراق امروز که به بودپرستی بازگشتن و به عبادت قبرهایی در زیر گنبتهایی که نام عطبات مقدسه را آن نهاده و روی آوردن همگی هلاک و از بین رفته بودن میگه بتپرستی بدی بود و خدا دخالتی داشت این این یا رافزی های بودپرست. یعنی خودمون دیگه سر قبل اسقر سر قبل زینب چی میگی مرد حسابی مگه اساس دین خداپرستی نیست تو سر این قبره چی میگی سر ماش پوسیده هر روز یک زلم زیمبو تو مملکت ما هست خشت طلا و دستگاه و زلم زیمبو آویزون کردن ده برو ثروت مردم داره میره کجا داری میره سر قبر حسین سر قبر حسن حالا کار به مالک اشتر رو اون یکی هم کشیده حبیب ابن مظاهر رو از کنن تفلان مسلم و خود مسلم و اینا هرچی تلا تو مملکت بار میکنن اونجا سر را هم ما گریه میکنیم آقا آبی میبندیم دقیقه <laughs> چه خبر شده بر دنبال زندگی یه عقلی پیدا کن مرد حسابی خانم محترم آقا به حبل المتین خدا بیاویز غیر غیرت بودپرستی که چیزی نیست من چیز غیرت بودپرستی این داستان خود نیستی که این مسلمان ها سنی میگه اینا بود پرستن. راست میگن خب روزافی هم همین رو گفته میگه اگه بود ضرر زیان داشت به خدا میرسون تا حالا مرده بودن از اون رفته بودن این بود عراق یعنی همین شیعیان در واقع باید گفت بود پرستی. که محمد با اون با شمشیر و قرآن جنگید یا بود پرستی که محمد با مشمش قرآن جنگی بار دیگر با همه تاقوت های خود به عراق بازگشته است یعنی شیعان رو میگه باز ولی با این وجود مردم عراق همانند مردمی که خدای یکتا و بی انباز رو میپرستند به زندگی خود ادامه میدهند و در گردش و تفریح به سر میبرند داره رد میکنه دشمنی پیغمبر اسلام رو با بودپرستی این آقا چه کار به کار شما داشت بود پرس. از این رو باید گفت که خداوند مشرک خود را می بخشد برکلا و به جزون را ها ببخشید از این رو باید گفت که خداوند مشرک خود را می بخشد و به جزون را نمی بخشد زیرا هرچه خارج از شرک به خداست شامل انواع منکرات مربوط به حقوق مردم نسبت به یکدیگر می شود و بخشش در این راه جایز نیست میگه آقا بود پرستی خدا میبخشه اما تجاوز به مال مردم شمشیر کشیدن و گردن مردم زدن که خدا نمیبخشه این بابا خیلی شجاع بوده اینم کسلوی عرب بوده درود بر روانه بود. شما نمیرید بریزید سر مردم به باید اسیر کنید کی بود پرسته یعنی عمل شما به زحم شما که آدم کشی باشه و دزدی و سرقت و بردن بچه های مردم و ریپ زنهای مردم بهتر از پرستی از نظر شما فرستاده خدا یه خدا اینا رو نمیبخشه بخشه رو می بخشه. و مسلما محمد به این حقیقت واقف بوده ولی برای رسیدن به هدف یا هدف گیومه وحدت کلمه و جهت ایجاد نهضتی بزرگ که عاقبت نیکش همه مردم را در بخار گرفت سبب اصلی سختگیری بیاندازه او در رد شک بودن از اون جایی که وحدت دینی خشک و خالی و بدون مسائل تشویق کننده و معنوی برای تحقق این نهضت کافی به نظر نمی رسید لذا بهش را که که تنها با انجام اعمال نیک قابل دسترسی است به عنوان یک عامل تشویق کننده معنوی مهم معرفی کرد و, مهم و بهترین این اعمال را شهادت یا مرگ در راه پیروزی این نهضت و به گفته او در راه خدا قرار داد و با آیات قرآنی خود تا اونجایی که قدرت تخیلش به او اجازه میداد در وصف بهشت و نعمتهای های ابدی اون هنرنمایی کرد به گونه ای که میتوان گفت تا اون زمان کسی بر وی در این مورد پیشی نگرفته بود و این پدیده خود وسعت و قدرت تخیل او را به خوبی نشان میدهد بحث مهمی بوده است بین فضلای اون روزگار که کسی ادعای پیغمبری میکنه نه با خدا ارتباط داره نه وحی در کار است پیغمبر این کسی که این ادعا رو میکنه داره قدرت تخیله قدرت تخیلش باعث میشه که این کار رو بکنه که البته من از شبت که حالا بعد برای جوی صحبت بود محمد برای برانگیختن عشق به شهادت در راه الله اونها رو کشته و مرده به حساب نمیآورد. و آنان را زنده و روزی خار می شمارد و این آیه را نازل می کند بلا تحسبن اللذین قتلوا فی سبیل الله همواتا بل احیاون اندرب بهم یرزقون کسانی را که در راه خود کشش مورد مرده مپندار بلکه آنان زنده و نزد پروردگارشان روزی می خورند خمینی هم می گفت شهید به وجه الله نگاه می کند و برای تشویق ما... مادی آنها در راه این نهزد قنایم و ربودن زنان را برای آنها در جنگ حلال دانست که پیش از آن در هیچ دینی وجود نداشت و اضافه بر آن جزیه را بر پیروان از جان دیگر برقرار نمود و به همین دلیل حلال شدن قنایم جنگی به ادعای کتاب یکی از خصوصیت های مختصبه بوده از همین دلیل حلال شدن قنام جنگی به دای کتاب از سیلت ابن هشام یکی از خصوصیت های بوده است لازم تذکر است که گرفتن قنام جنگی و رو بودن زنان از آدات و آداب و رسوم عرب دوران جاهلی بوده که در جنگ های خود علیه هم, هم اقدام به رو بودن چارپایان زنان می کردن. و محمد در واقع این عادت دوران جاهلیت را به رسمیت شناخت زیرا مسلحت ایجاب می بعد میگوید اکنون که نسبت به این ببخشید وقت پخش خبره خبرم پخش بشه بعد برمیگردیم بعض اشارات این آقای رسافی رو به عرض شما میرسانیم تا چند دقیقه دیگه با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس من لیله هاشمیان توجه شما را به خلاصه ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم یک نماینده نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی می گوید که علی خامنه ای تیمی هوشمند و آگاه برای نظارت بر اجرای دقیق برجام تشکیل داده است در پی سرداده شدن شعارهای کنایه آمیز علیه علی لاریجانی رئیس مجلس در مراسم عزاداری شب آشورا در حضور آیت الله خامنه ای تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار مقابله با مسببان این برخورد شدند. در حالی که حدود 100 تن اصر یک شنبه در واکنش به حضور جک استرا وزیر امور خارجه سابق بریتانیا در اسفهان مقابل هتل محل اقامت او تجمع کردند یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر وی به ایران تفریحی بوده است گزارش های منتشر هاکی است که طی دو روز اخیر سه پاسدار دیگر در سوریه کشته شدند روز یک شنبه 25 اکتبر اعلام شد که دادگاه عالی عربستان حکم اعدام شیخ باقر نمال ارنمر را تایید و برای تنفیذ به پادشاه عربستان سعودی ارجا کرده است. علی رضا رجایی روزنامه ایرانی که در زندان اوین تهران دوره محکومیت خود را میگذراند با پایان این دوره امروز دوشنبه چهار ماه با ماه از زندان آزاد شد سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حکم صادره برای مزفر خذایی مهندس ایرانی آمریکایی را کاملا ناعادلانه دانست هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران که مسئول رسیدگی به تخلفات رسانه ها در کشور است در جلسه امروز خود پرونده سه نشریه را به دادگاه فرستاده است گزارش ها از ترکیه هاکیست نه تن از جمله دو مامور پلیس در جریان عملیات علیه افراد مزنون به عضویت در گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در شهر دیاربکر کشته شدند نشست هفت ساعته اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه بالکان در بروکسل بلژیک با توافقی 17 ماده ای به پایان رسید و تونی بلر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی این از بابت برخی اشتباهات در جنگ عراق عذرخواهی کرد این بود خلاصه از ای خبرهای این ساعت شاد و سربلند بشید این بدبختی و جنایاتی که در خاورمیانه است درس کردم هنوز عقل به خاور میانه وارد نشده بعد از اسلام عزیز مایش همش دین هست دین داستان شیعه و سنی او میگوید خون این رافزی حلال است او میگوید اینا کفار هستند به طول یک تاریخ این آخوندهای شیعه با مزخرفاتی که گفتن و سخنان و توهین هایی که به این پیغمبر بیچاره کردن در واقع یعنی زن اون رو فاحشه گفتن دوستان اون نزدیک اون رو همه صفات رزیله رو به اینا نسبت دادن که اصلا زبان من قاصر از اینه که در باب عمر چه میگن در باب ابوبکر چه میگن خب کسی اگه به کسی احترام یعنی در واقع نفی محمده یعنی این شیعه نفی پیغمبر اسلامه شما هم که این سخن منو میشنوید به عمرت نگفتی یه بار یا محمد گفتی نه به نه حضرت عباس بیردست بریش بر پرخون گفتی یا علی یا حسین یا امام زمان یا جعفر صادق درسته؟ یا محمد که نگفتی که حدیث آوردن که جبرئیل فلان فلان شده به قول خودشان وقتی که وحی رو می آورد اشتباهی شب تاریک بود رفت میشه محمد باز میاد پیش می علی و وقتی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفتن به عرش سوار همون خر معروف جبرئیل جلو می رفت و ایشون بعد خداوند تبارک و تعالی نشسته بود روی صندلی و اینا گفت که ای محمد این نصف سیب رو ببر اونجا بده به علی که نصفشو نمیدونم خودش بخوره نصفش به بقیش بده به حسن حسین فاطمه از این داستان وقتی که حضرت تشریف بردن از بالا علی رو خواستم گفتن که ای علی این نصف سیب رو خدا داده حضرت دست کرد در جیبشون اون نصف رو در بردن یعنی قبل از اینکه ایشون به معراج رفته باشه علی اونجا بوده. از این سخنان تایل شما اگر یک محترمی رو بشناسید یه آدمی که در واقع بنیان گذاری مکتبی بوده، قومکیش شما بوده فرض کن یا نبوده اصلا. شما که نمیاد به همسر او فحش بدید که رفقاش رو نف کنین و رد کنین و اینقدر فهاشی بکنید و اینها در واقع چیزی که میگوین این است که نفس خودشون رو عرض میکنن که این محمد شناخت نداشته عقل درستی نداشته که این عمر رو بشناسه که این ابوبکر رو بشناسه که اون عثمان رو بشناسه نمیشناخته نمیفهمیده ما میفهمیم ما خونده رافضی میفهمیم که اون نمیفهمید ولی جرات نمیکنن بگن نمیفهمید فوش میدن به عمر که اینا چیز بودن منافق بودن کافر بودن یه برادر افغان داریم یه امامه بزرگتر از سرش هم به سرش گذاشته از بام تا شام از این لاتایلات رو داره پخش میکنه حدیث میاره برای خودش یه میگوید این مشیری با من مناظره نمی کند اما چه مناظره من با تو بکنم مرد حسابی یا تو چیزی نداری بگی مناظره امروز یک پایگاه عقلیت و استدلالی باید داشته باشه به یه نتیجه برسه تو میگویی خواهر عایشه از بام تا شام در مدینه سیغمی داد یعنی فاحشه بود دیگه نه اینا حرف های عوض نیست که یارو بم به خودش میبنده میره که رافزی بکشه چون میگوید اینا کفار هستن خب آقا تو میتونی رافزی باشی اینقدر فوش ندی خشمگیر نکنی این جنگ بوده اونجا حالا آمده آدم های نادان تو این کاخ سفید حمله به عراق یکی از این نگفت آقا تکلیف این جنگ شیعه و سنی چی میشه اینجا این یارو صدام حسین جنایتکار هر آینه ای امنیتی رو بقرار کردیم مملکت داره به جای میرسونه با همه جنایتی که کرده ممکن بدتر بشه نخیر حمله قدرت نمایی ایالات متحده به دنیا نشون بده چه بمبای لیزری دقیقی داره و اینا زدن حالا هیچ مسئولیتی قبول نمی کنه. هیچ مسئولیتی قبول نمی کنه. داره دست پوتین همش برخواسته از همین داستان دین هست شیعه و سنی هر منطقش پای بگذارید شیعیان یک سو اهل تسنن سوی دیگر هموارم قدرت در دست اهل تسنن بوده خب حالا اونا رو عز کردن اینا رو گذاشتن اونام نمیپذیرن اکنون میگوید که نسبت قرار بود ما برنامه رو کوتاه کنیم امروز و همون حد معمول شد خیلی خوشحالیم در خدمتتون هست اکنون که نسبت به این امتیازات تحریک و تشویق کننده مادی و معنوی آگاه شدیم و از طرفی دانستیم که اعراب به حکم سکونت در سرزمین های خشک و بیاب و علف زندگی سختی را میگذرانیدند یا میگذراندند و از نعمت های تمدن به کلی محروم بودند و در عین حال به هنگام جنگ از شورترین و شجاعترین مردم زمان خود به شمار می که صحیح هست به راز موفقیت ها و فتوحات جنگی آنها طی نهضت اسلامی و محمدی پی می بریم شجاعت و اراده به همراه تنگی معیشت و در پی اون وحدتی که این قوم را به صورت پیکری واحد درآورد و از سوی نیز دروازه های نعمت و فراوانی نعمت و فراوانی که به روی آنها باز شد و از سوی دیگر سیل قنایم جنگی که در برابر آنها تلموار گردید تعجبی نمیماند که میبینیم این قوم توانست در مدتی کمتر از سی سال سرتاسر سر شرق غرب را گیج و مبهود سازد بگذارید مردم برای محمد معجزه ها بیافرینند پیامت ها منتایج این نهزت عظیم و نهزت عظیم خود معجزه ترین محجزه های تاریخ بشریت به شمار میرود این مزخرف گفته مرتی که اینجا دیگه اینا زور زدن ده میلیون کیلومتر مربع خاک نگرفتن مسلمین در حالی که مغول که اون هم اون برای پیغمبر قوم خودش بود مغولای های کوچولو سوار این اسبای پاکوتا در اندک مدتی برقاسا سه میلیون کیلومتر مربع خاک جهان رو گرفتن این اعراب هرگز با یک سپاه سلطانی درست حسابی روبرو نشدن هر جام شدن شکست خوردن ولی چنگیز خان مغول اصلا مقاومت در مقابلش غیر ممکن بود غیر ممکن بود شانس اروپا شانس اروپا اون بود که وقتی اینا رسیدن پشت دروازه در واقع لهستان اینها با یک سرعتی حرکت میکردند که اصلا حیرت انگیزه امروزش هم حیرت انگیزه سپاه به این سرعت حرکت کنه رسیدند چنگیز از کنم که به لقا الله بست دستور داده بود وقتی من مردم همه لشکرها برگردن بیان اینجا و یک شورا تشکیل بدن برای تعیین جانشینی من وگرنه اروپا رو میگرفتن تا, تا, تا هر جا که بود میگرفتن خیلی راحت هم میگرفتن اینجا دیگه لاتایل گفته این آقای رسافی شرق و غرب کدوم شرق و غرب اینا ایران گرفتن امدهش هم همین بود مصر تا ما برا رفتن و برگشتن دیگه داستانی نبود دیگه حالا بعد هندوستان هم حمله کردن اونا دیگه ترکا بودن آلوکتگین و و این دوزای بیابا محمود و کنج آفریقا رو در واقع بخش غربی مصر تا دیبی، مور مورز مورار، اونجا تا اونجا رفته شرق و غرب عالم چی شرق و غرب عالم خب اینجا دیگه این خیلی مزخرف گفته چون اسکندر با ده هزار نفر آمد فتوحاتش بسیار گسترده تر بود از فتوحات اسلامی ابن هشام در سیره خود در این زمینه چنین میگوید هنگامی که ابو طالب در بستر مرگ افتاد ادی از مردم قریش نزد او آمدن و از محمد نزد او شکایت بردن و از او خواستند تا از محمد بخواهد آنها و خدایشان را رها سازد و آنها نیز او را رها خواهند ساخت ابو طالب نیز محمد را خواست و این مسئله را بابه در میان گذاشت محمد پاسخ داد اگر اون چرا که میخواهید انجام دهم ده آیا میتوانید جوابی به من بدهید که با آن بتوانید بر اعراب فرمان روایی کنید و عجم را به طاعت و فرمانداری خیش فرمان درآورید در اینجا هدف و قصد محمد را به خوبی میتوانیم دریابیم او میخواهد قریش را فرمان روای اعراب و عجم را مطیع و از رعایای آنها بسازد و این مسئله هیچ گونه ربطی به دین ندارد زیرا هدف دین عبادت خداوند یکتاست به عبارت دیگر در مستقیم و غیر میگوید که آقا ایشون اصلا آدم دینی نبوده مقصودش هم دین نبوده این حضرت قدرتمندی و تسلط و کنترل جامعه و گسترش اندیشه دین که نمیگوید برید که آقا مردم بکشید که بابا جان که حالا هر کی باشه دین آدم کش مگی مویسر آقا دین چه دینی یه حزب سیاسی بوده امروز هم هست خب این سخن پایان ندارد ای جواد خط کن والله و الله عالم به رشاد صحبت بعدی ما در خدمت شما اگر خداوند تعالی کمک بکند حضرت امام زمان عجل الله هم یاری بکند روز چهارشنبه خواهد بود چهارشنبه ساعت 11 و نیم به وقت لس آنجلس در در جمعه شب یک شخصیت فوق العاده داریم برای سخن گفتن خانم پروانه بهار دختر مرحوم ملک و بهار بله میشه کتابم نوشتن به پارسی و به انگلیسی خیلی خیلی شنیدنی است که ما از یک شخصیت بزرگ تاریخی و ادبی مثل ملک هنوز فرزندی در جای داشته باشیم در جامعه ایرانی که از پدر بگه و از خانوادهش بگه و از اون چه بر اونها رفت خیلی خیلی سخت گذشت زندگی این مرد بزرگ مثل بقیه آزادی خواهان در روزگار استبداد به فقر مطلق گذشت مردی که بزرگترین ادیب مملکت ما و بزرگترین شاعر ما علل اطلاق در 600 سال گذشته این تاریخ ادبیات بوده مرکو شعرهای بهار خراسانی در منطقه گرسنگی استبداد حتی دستور داده بود بانک ها بهش قرضم ندن ما با خانم پروانه بهار صحبت میکنیم از زبان ایشان که دختر بهار هست و شاهد عینیه تشکیلات خانوادش بوده و اون چه بر این خانواده بزرگوار گذشت در واقع شنیدنی تر است از گذارش های تاریخی مبرخان با سپاس از سپر و از شما بزرگواران هموطنان عزیز برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر درود بر شما جاوید ایران زمین زنده باد آزادی